الشرط الخامس من شروط الصلاة رفع الحدث، يعني لابد أن يتوضأ إذا كان بحاجة إلى الوضوء، ولا أو يغتسل إذا كان بحاجة إلى الاغتسال قبل أن يدخل في الصلاة. شرط پنجم نماز رفع ناپاکی هست، بدین معنا که اگر در حالت بی وضویی هست وضوع کاملی میگیره و اگر در حالت جنابت هم هست غسل میکنه و به نماز میست. نعم. فلو صلى بعد مثلا ان خرج منه ريح دون ان يتوضا فالصلاه باطله. در صورتی که وضو نداشته باشه، مثلا به سبب خروج بادهای شکم وضوش شکسته باشه و وضو نگیره و به نماز بیسته، نمازش باطل هست. او مثلا لو صلى بعد ان خرج منه مني دون ان يغتسل فالصلاه كذلك باطله. همچنین در صورتی که از او منی خارج شده باشه و بدون غسل به نماز بیسته، نمازش باطل هست. اذا من شروط الصلاه لابد ان يرتفع الحدث، الحدث الاصغر يرتفع بالوضوء والحدث الاكبر يرتفع بالاغتسال. بنابراین برای صحت نماز باید ناپاکی رو از خودش دور بکنه که بر دو نوع بزرگ و کوچک هست. حدث اصغر یا ناپاکی کوچک با وضو گرفتن برطرف میشه و حدث اکبر مثل جنابت با غسل کردن. هذا هو الشرط الخامس والله اعلم. این پنجمین شرط از شروط صحت نماز بود که ذکر کردیم.